مجلس نمایندگان آمریکا طرح 4 قانون خدمات مالی دو حزبی را تصویب کرد تا جمهوری اسلامی را در قبال اقدامات تجاوزکارانه بین المللی و تأمین مالی تروریسم مسئول و پاسخگو قرار داد. با شهلا آرسته همکارم از مقابل کنگره آمریکا گفتگو می‌کنیم. این تحولات را پیگیری کردن. خانم آرسته، از جزئیات این مصوبه‌های مجلس برای ما بگید. خانم، این لوایح شامل طرح قانون 5923 تحریم های انرژی ایران و چین هستش که نماینده جمهوری خواه مایک لالر اونو ارائه کرده و شامل گسترش تحریم های ثانویه ایران هست تا تمامی نقل و انتقال های مالی مؤسسات چینی و بانک های ایرانی رو که تحریم شده و خرید های نفتی و فراورده های اونها رو انجام میدن شامل بشه. بخش از صحبت های مایک لالر رو در صحن مجلس دیروز بشه. لایحه من تعریف قانون را گسترش می‌دهد تا اطمینان حاصل کنیم که هر گونه معامله‌ای که با مؤسسات مالی تحریم شده ایران از جمله بانک مرکزی دارند منجر به بسته شدن حساب‌های مربوطه آنها در کشور ما می‌شود. این تحریم‌های ثانویه مکمل قانون شیپ است که بنادر و پالایشگاه‌هایی را که نفت ایران را دریافت می‌کنند تحریم می‌کند و مجلس آن را در اکتبر تصویب کرد و هنوز در سنا منتظر است که دموکرات‌ها روی آن اقدام کنند. طرح دیگه قانون 5921 هستش، قانون عدم تامین مالی ایالات متحده برای ایران که با حمایت نماینده جمهوری خواه بیل هویزنگا ارائه شده که وزارت خزانه داری رو از صدور هر گونه مجوزی به یک مؤسسه مالی آمریکا برای وارد شدن به معامله تجاری با ایران منع میکنه و وزیر خزانه داری ها رو هم ملزم میکنه که با کمک های مالی صندوق بین المللی پول به تهران مخالفت بکنه و حق برداشت اون رو هم ممنوع بکنه. بخشی از صحبت‌های بیل هویزنگا رو با هم بشنویم. حمله مستقیم آخر هفته ای ایران به اسرائیل نشان داد که ایالات متحده باید ایران را به شیوهی قاطع پاسخگو کند و نیز قطع دسترسی آن به منابع مالی که برای تامین تروریسم استفاده می کند و قانون 5921 دقیقا این کار می کند و ایران را از استفاده از سیستم مالی آمریکا باز می دارد. و طرح 6245 پیشنهادی نماینده جمهوری خواه فرنچ هیل هستش که قانون پاسخگو قرار دادن رهبران جمهوری اسلامی هستش که رئیس جمهوری رو ملزم میکنه، رئیس جمهوری آمریکا رو به گزارش دادن و انتشار دارایی های مقامات دولتی تهران و تروریست ها و خزانه داری رو هم ملزم میکنه که به پیگیری بستن حساب های اونها در آمریکا و در مؤسسات مالی خارجی میکنه. آقای هیل در این مورد این طرح در مجلس صحبت کرد. This legislation can provide a valuable window into the corrupt. این قانون می تواند در جلوگیری از تجارت رهبران دزد سالار تهران و محدود کردن دارایی های آنها که می توانند برای حمایت از تروریسم مورد استفاده قرار دهند رویه ای ارزشمند باشد. یکی از اینها علی خامنه ای آیت الله است که به گزارش رویترز 100 میلیارد دلار پول و ثروت دارد. و مصوبه چهارم قانون 6015 هستش، طرح پیشنهادی بلین تکمیر نماینده جمهوری خواه هستش که رئیس جمهوری رو ملزم میکنه مقرراتی وضع کنه تا اطمینان حاصل بشه معافیت های بشردوستانه شامل تحریم های ایران اقدامات تروریستی رو بین المللی رو یا گسترش سلاح های کشتار جمعی رو تسهیل نکنه. ممنونم شهلا از مقابل کنگره آمریکا با من.